سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز توی این ویدیو قرار با هم دیگه یاد بگیریم که چجوری اردو 15 نسخه کامیونیتی شو روی ویندوز نصب و اجرا کنیم. خب بریم سراغ آموزش. ابتدا وارد سایت اردو.com میشیم و از منو قسمت کامیونیتی وارد داکیومنتیشن میشیم و بعد روی بخش اینستالیشن کلیک میکنیم و تو بخش اینستالیشن ما برای نصب اردو میتونیم از دو تا روش استفاده کنیم، یکی روش پکیج اینستالرز و یکی روش سورس اینستال، که ما تو این ویدیو میخوایم از روش پکیج اینستالرز استفاده کنیم و روش سورس اینستال رو توی ویدیو دیگه بهتون آموزش میدیم. خب رو پکیج اینستالرز کلیک میکنیم و اسکرول میکنیم به سمت پایین صفحه میریم تا به قسمت ویندوز برسیم. خب از قسمت ویندوز روی نایتلی سرور کلیک میکنیم و نسخه 15 استیبل کامیونیتی ادیشن رو انتخاب میکنیم. روی فایل اگزش کلیک میکنیم و آخرین ورژن اودو 15 یعنی اودو 15.0.latest.exe اون رو دانلود میکنیم. خب من تو دانلود ها اینو قبلا دانلود کردم. خب اگه بریم تو قسمت دانلود ها، از اینجا روی فایل اودو 15.latest.exe کلیک میکنیم. خب اینجا شما باید زبونش رو انتخاب کنیم، ما رو همون انگلیش میذاریم باشه، انگلیسی باشه، اوکی میزنیم، روی نکس کلیک میکنیم و اینجا آی اگری رو میزنیم. و اینجا چون ما پست گریس کل رو از قبل روی ویندوزمون نصب نداریم، خودش به طور پیش‌فرض میگه که اودو سرور و پست گریس کل سرور رو براتون نصب کنیم. فقط یه نکته‌ای که وجود داره، چون PostgreSQL سرور تحریمه، شما برای نصب اودو و PostgreSQL سرورتون باید وی پی ان تون حتما روشن باشه، چون این میره از سایت PostgreSQL میخواد PostgreSQL رو دانلود کنه بهش اجازه نمیده وقتی وی پی ان روشن نباشه. خب من وی پی ان هم روشنه و روی نکس کلیک میکنم. اینو مربوط به PostgreSQL هستن، یعنی کانفیگ های PostgreSQL هستن و یوزرنیمش هم اوپن پی جی و پسوردش اوپن پی جی پی دبلیو دی. روی نکس کلیک میکنم و بعد باید اینجا اون مکانی که قرار این بره اونجا نصب بشه رو بهش بدیم. ترجیحاً توی پروگرام فایلز نباشه، چون پروگرام فایلز یه سری محدودیت ها وجود داره که یه سری کامنت ها ممکنه با یه سری پرمیژن ها اجرا نشه. ترجیحاً تو خود درایو سی باشه و اینجا یه نیو فولدر میتونیم درست کنیم به نام اردو 15 و برنامه رو اینجا نصب کنیم داخل درایو سی اودو 15 و روی اینستال کلیک میکنیم و نصب شروع میشه و یه چند دقیقه باید صبر کنیم تا نصبش به پایان برسیم. خب بعد از اینکه خود اودو و پستگرسکل نصب شد به این مرحله میرسیم که اینجا نتیجه کمپلیتد و بر روی نکس کلیک میکنیم. خب اینجا یه تیک داره که گفته بعد از اینکه فینیش رو زدیم اودو رو استارت کنه و برامون اجرا کنه. خب ما تیکش رو میذاریم باشه و روی فینیش کلیک میکنیم تا روی ویندوز اجرا بشه و اینجا میبینیم که اودو برامون اجرا شد روی مرورگر. خب این صفحه ایه که موقعی که شما اولین بار اودو رو اجرا میکنین باش مواجه میشین و شما اینجا باید اولین دیتابیس خود یا همون پایگانه خودتون رو ایجاد کنید. خب اینجا شما یه مستر پسورد داریم که این مستر پسورد رو شما میتونید هر چیزی بذارین، ولی باید حتما یه جای یادداشتش کنیم که فراموش نکنیم، چون هر بار که بخواید یه دیتابیس ایجاد کنین یا اون دیتابیس رو پاک کنین باید این مستر پسورد رو وارد کنید. خب من مستر پسورد رو میذارم تست. در اصل دیفالت مستر پسوردتون اینه، ولی شما اینجا میتونید تغییرش بدید. خب من تست میذارم و اسم دیتابیستون رو وارد میکنید که من دوباره همون تست میذارم و یه ایمیل وارد میکنین و یه پسورد. پسورد رو هم دوباره تست میذارم. خب بعد لنگویج و کانتری و فون نامبر و دمو دیتا لازم نیست وارد کنیم، اینها رو از داخل خود پنل اودو هم میشه تعمل شد. خب من کریت دیتابیس رو میزنم تا دیتابیس رو برامون ایجاد کنم. خب بعد از اینکه دیتابیس ایجاد شد مستقیم وارد قسمت پنل
اردو شدیم و لاگین کرد با ادمین یا همون یوزر که واسش ساختیم. خب چون هیچ ماژولی یا اپلیکیشنی رو اردو نصب نیست، مستقیم میاد به قسمت ماژول ها که یه ماژول یا ماژول مورد نظرمون رو نصب کنیم. خب ما یه ماژول تستی نصب میکنیم و این آموزش رو به پایان میرسونیم. تو قسمت سرچ من ماژول دیسکاس رو جستجو میکنم و با هم دیگه نصبش میکنیم، رو اینستال کلیک میکنم و نصبش میکنم. خب بعد از نصب ماژول دیسکاس مستقیم وارد ماژول دیسکاس شدیم و از این سمت شب که منو داریم میبینیم که دیسکاس به منو اضافه شده و دوباره میتونیم برگردیم به اپس هامون و هر اپلیکیشن دیگه خواستیم رو نصبش کنیم. خب آموزش ما اینجا به پایان رسید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. اگه سوالی دارین یا نظری دارین حتما تو کامنت ها برام بنویسین، من خیلی سریع بهتون جواب میدم. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین و توی کانال هم سابسکرایب کنین و خدا نگهدارتون.